خب به نظر شما چرا یک اساسینز کرید توی ایران نمیسازن؟ چرا با اینکه کلمه اساسین ریشه ایرانی داره هیچ کدوم از بازی ها رو توی ایران نساختن؟ سوال واقعا خیلی خوبیه واقعا. برای که من هم همین رو فکر کرده بودم، یعنی همه جا رفته بودیم تو تاریخ، تو دنیا همه جا رفته بودیم. الان میدونید Assassin's Creed 10 ساله که هر سال یه Assassin's Creed میسازن، ولی تا حالا نرفته بودیم ایران. و فکر کنن که تنها این علتش یعنی سیاسیه، متاسفانه فکر کنم علت سیاسی داره، ترسیق تحریم هاست فکر کنم شاید. یا ای بابا، و یه اشکال دیگه اینه که میخوان این بازی رو they want to sell the game, you know, they want to push the game out. Ultimately I think like it's harder for them to sell the game if it's connected to a place in the world where there's political turmoil, you know? خیلی متاسفم از این، میدونی؟ یعنی it's not fair, but it's that's the way it is. It's really sad. But I mean hopefully things will stabilize one day, you know? And ولی فعلا فکر کنم که علتش اینه. و یه علت دیگه شاید اینه که مثلا شاید اینو میگم برای اینکه اکتر هستن، ولی اکترهای ایرانی خیلی کمن میدونی در و بالاخره نمیدونم you know if they need to like cast all these roles, you know, if they need to get a bunch of actors to play the parts of Iranians, you know, it's going to be hard for them. So maybe that's also another reason. But I really think it's a political thing, you know. It sucks. درسته. درسته. ولی خب مثلا پرنس آف پرژیا مال چند سال پیشه، اون زمان هم ما یعنی دنیا دیده خوبی نسبت به ایران نداشت، ولی خب یوبیسافت مثلا روی همچین بازی های کار کرده و مشکلی نداشته با این قضیه. ولی آره خب از اون موقع بازم دیده دنیا بدتر شده نسبت ما، ولی اون زمان هم بازم خیلی خوب نبود. ولی آره نه، حرفی که گفتی داره بهش فکر نکرده بودم، منطقی بود که فروش نمیره بازی اگه تو ایران باشه. مثلا طرف میگه اینا هم اساسین هم تروریست هم چی واقعا فروش نمیره. خیلی چیز متاسفانه چیز prejudice میشه پیش قضاوت همچین چیزی، یعنی از قبل قضاوت میکنن که بدون که بشناسن داده. و قضاوت هم میکنن بدون این که فرهنگ رو بشناسن. و میدونی کاری نمیتونی بکنیم دیگه. دیگه کم کم باید مثلا افرادی مثل شما و مثلا کسایی که اونور هستن دیگه کم کم اینا شما پیشرفت کنیم بهتر بشین، میتونین روی دیگه ای از ایران و ایرانی رو به اونا نشون بدین. و همین کاری که تو داری الان میکنی، you know, content creation که به دنیا you know که دنیا بفهمه که یعنی ایران هم اینه، میدونی؟ تصویری که داریم در غرب که یعنی از ایران واقعی نیست. من که هر جای دنیا که بری فکر کنم پروپاگاندا هست، میدونی؟ یعنی دولت میخواد یه تصویری نشون بده از دولت‌های مختلف، برای اینکه هدف‌های خودشو داره، هدف‌های سیاسی خودشو داره. و حتی در کانادا که واقعا کشور فوق‌العاده است به نظر من، ولی حتی اینجا فکر کنم که یه جوری میتونیم بگیم که پروپاگاندا هم هست. و عارف فکر کنم که وقتی این تصویر رو عوض میکنیم بهتر و بهتر میشه. و کاری که تو داری الان میکنی یا گیمرهای ایرانی، گیم دیو سین ایران، تمام این بچه های ایرانی که کریتیو هستن و میدونی That's what's going to make the difference, I think, you know? So
واقعا میخوام شماها رو حمایت کنم و تشویق مرسی، کنم. ممنون، لطف داری، مرسی. امیدوارم واقعا اوضاع بهتر شه، حالا همه با هم دست به دست هم بدیم یه کاری بکنیم. و واقعا این پروپاگاندایی که میگی انقدر افکتیوه که حتی خیلی از ایرانی هایی که توی ایران هم زندگی میکنن دارن اون حرفا رو باور میکنن، یعنی کم کم دارن از ایرانی بودنشون بعدشون میاد انگار. من الان با مثلا بچه های ایران که صحبت میکنم همه میبینم یه جوری در ایرانی بودن صحبت میکنن، انگار ایرانی بودن مثلا یه چیز بدیه، یعنی خودشونو جدا میکنن از ایرانی بودنه. یعنی انقدر گفتن خارجی ها مثلا آمریکا و کشورهای در بد بودن ایرانی ها که خود ایرانیان باورشون شده که بدن. میفهمی؟ به انگلیسی یه چیز یه اصطلاحی داریم میگه the grass is always greener on the other side. دقیقا you know? دقیقا من ما عنوان به ببخشید وسط حرفت، به فارسی میگن مرغ همسایه قازه، یه همچین چیز. مرغ همسایه قازه همین یعنی من عنوان یه کانادایی که چیز ایرانیان اوریجن داره، تنها چیزی که من میخوام اینه که یه ذره بیشتر ایرانی باشم، بیشتر این احساس ایرانی بودن رو داشته باشم، و اینکه نمیخوام میدونی مثل بقیه باشم، نمیخوام مثل کانادایی های معمولی باشم، میخوام یه برای هویت خودم رو دارم میدونی هویت هویت درسته، آیدنتیتی دیگه درسته. ولی جالبه که در نمیدونم بچه های ایرانی میخوام کمتر ایرانی باشم. It's very interesting. You know what? I think I gotta switch to English, man. I'm sorry. This is like I can feel there's a synapse in the back of my brain that just goes just like. you know what? I think at the end of the day, what the internet is doing is it's pushing everybody together slowly, and we're all just becoming everything. We're all becoming a little bit Iranian and a little bit this and a little bit that, and everything is just coalescing together, and I think it's bringing us together in a way, and I think there's a lot of beauty and power in that. You know, it's a nice idea. I mean, we'll keep our individuality and everything and our diversity, but it's a nice thought. You know, that we're even here right now. Like, you reached out to me and we're talking. Like, it's amazing. I mean, that the internet is having this effect of slowly bringing us together and. We can all be Canadian and Australian and Iranian and a little bit Chinese and a little bit, you know, South African at the same time, you know, because we're receiving culture from every part of the world all the time through this medium. Anyway, it's incredible. دقیقاً کاملا درست. TED Talk. صدات نمیاد جان. ببخشید. خوش اومد. این گفتگو داره میشه مثل یه چیز یه تد تاک داره دقیقه همه نشستن اینجا با نوتبوکاشون اصلا دارن میمیسن. خب نه خوبه خوبه، چون کسایی که این ویدیوها رو میبینن کم سن و سالن، سنشون معمولا تینیجریه مثلا، سنشون پایینه، و خب این حرفا میتونه خیلی کمکشون کنه برای اینکه بهتر فکر کنن. و شما که حالا مثلا تجربیاتت قطعا از من خیلی بیشتره، سنت بالاتره، خیلی درک و دانشت بیشتره، قطعا این حرفایی که میزنی خیلی میتونه کمک کنه. اصلا فکر نکن که خیلی داره عمیق میشه و از بحث خارج میشه، نه اتفاقا خیلی عالیه واقعا. من خودم دارم یاد میگیرم، مطمئنا کسایی که میبیننم کلی یاد میگیرن، و مرسی واقعا. مرسی از دعوتت. خواهش میکنم آقای امیر عزیز. خب به غیر از شما و آقای نوید خاوری باز هم ایرانی داریم توی یوبیسافت؟ نمیدونم، حتما هست، برای اینکه میدونی تو این شرکت در تمام دنیا فکر کنم که نمیدونم 30,000 40,000 نفر این شرکت کار میکنن الان، حتما یکی دوتا ایرانی توش هست. ولی جالبه که اسم نوید رو بردی، برای اینکه من الان نمیشناسمش، ولی یه 20 سال پیش بچه بودیم، من 28 29 سالم بود، این یه دوست منه و برادرش یه دوست صمیمی من بود بچه وقتی ما بچه بود.
چه و این جالب. نوید نمیشناسم زیاد، یعنی آره. ولی جالبه که یه 20 سال بعدش میدونیم تو یه شرکت کار میکنیم. ولی اصلا میدونیم یوبیسافت مونترال و یوبیسافت تورنتو دو تا دنیاهای مختلف هستن آره. و زیاد در ارتباط نیستن با هم. یوبیسافت مونترال فرانچایز ای سی داره، میدونی فکر کنم که دیویژن هم اینجا میکنن و تورنتو فار کرای میکنه و میدونی زیاد کراس اوور نیست بین این دو تا استودیوها.